واسه تایم موتورای EF7 هم اینجا یه قفل‌کن داره، سوراخه که باید تنظیم باشه دقیقاً. اینجا هم یه قفل‌کن داره، یعنی تقریبا میشه ساعت 10، اینجا میشه تقریبا ساعت 2. پایین سر میلنگ این علامت شاخص باید با این شاخص میزون باشه، یا اگه این شاخص نبود ساعت 12 خار میلنگ باید ساعت 12 باشه. اینا هیچ کدوم نبودن، از روی دنده فراویر یعنی گیرباکس یه الکتر به این صورت رد میکنید. حالا دقیق معلوم نیست جاش، اونجا یه الکتر رد میکنید داخل که قفلش کنه. بعد تسمه رو آزاد میکنید، تصمه دقیقا موقعش بوده. واسه جا زدن تصمه تایم یه کاغذ به این صورت زیر تصمه میذارید که تصمه در نره. فقط یادتون باشه بعد کار حتما بکشیدش بیرون. از بالا به این تصمه رو باید حتما اینطوری بهش راه هوا بدی، کامل جاش نندازید تا تمام دندونه هاش که جا افتاد اون ریلی میدیدش میره عقب. حواستون هم باشه روی این باید یه پیچ نازکتر بذارید، یعنی روی دود باید یه پیچ نازکتر بذارید که بتونید بازی بهش بدید. واسه جا زدن تصمیه یه کمی باید بیاد به عقب. این باید فیت باشه، یعنی بدون لقی که راحت اینجا بیفته. موقعی هم که تصمیه رو جا زدید اینو باید دست که فشار بدید خودش ریلی میره داخل. اینا هم که جا زدید پیچ ها رو میکشید بیرون، قفل کنه فلایویر هم میکشید بیرون. آخر سر این پین رو آزاد میکنید، این پین رو آخر سر آزاد میکنید. خلاف عقربه های ساعت هم گردش داره، آلن 6 میخوره، میچرخونیدش که بیاد روی جای تایمش. حالا اونم آخر سر واسهتون فیلم میگیرم. بعد از اینم که تایم رو میزون کردید و هرزگرد ساعتی و ثابت و صفر کردید، حتما 2 یا 3 دور موتور رو بچرخونید، ماشین رو بذارید دنده 5، 2 یا 3 دور تایم رو بچرخونید، مجددا صفر کن تایم رو از نو بگیرید، چون به هم میخوره تصمه دقیقا بیاد سر جایش. بعد از نو دوباره تایم رو صفر کنش رو بیارید روی حالت خود. خب تصمیم تایم رو که جا انداختید واسه بار اول صفر کن ساعتی رو باید یه خورده ای از شاخص خودش بیشتر صفر کنید. بعد 2 یا 3 دور که موتور رو چرخوندید، تصمیم چرخید و تصمیم دقیقا سر جای خودش افتاد، دقیقا باید اینجا بگیرید، یعنی دقیقا سر شاخص خودش باید صفر کن ساعتی رو قرار بدید. اینجا هم از روی پولی دود موقعی که تسمه تایم رو فشار میدیم ببینیم دقیقا باید 2.5 دندونه بازی کنه، یعنی 2 تا دندونه بخوابه، دندونه دومی باید تا نصفه بره پایین. اینجا هم بخاطر اینکه روغن وارد شما میشد و باعث ریب زدن و بدکار کردن ماشین میشد، درب بالایی سوپاپ یا درب کپه های میسوپاپ رو برداشتیم که شستشو بدیم و چسکاری کنیم و ببندیم.